پادشاهی کوننگ سرفرو نکنم، گدای خاک نشین در سرای مسعینه. به بال علم و عمل مرغ دل کند پرواز، اگر دم زند بال در هوای مسعینه. مریض عشق طبیب هزار درمان است، به شرط آن که بود عاشق لقای مسعینه. ز دست ساقی کوثر خورم شراب طهور، بگای دادن جان عاشق لقای مسعینه. نگین مهر سلیمان و تاج اسکندر بود به وقت سخا کمترین عطای مسعینه. کفی کفایت اگر برکشد ز جیب کرم، هزار آتم تایی شود گدای مسعینه. به لوح معصیت هرگز نگشت آلوده، تراز دامن اسمت کسای مسعینه. به روز عشر ببینین به دست پیغمبر، بر لوای عمد و شفاعت بخون به آی و سعینه. من از کشاکش روز جزا نمی ترسم، چرا که هست سرم در رای وفای و سعینه. گرفته آن که گناهم فزون ز باران است، فزون تر از زباران ید و حتای حسینه. زهاف تا به قیامت مرا نخوف و نبیم، که هست در سر من سایه لوای حسینه. زخاک کرم و بلا بوی مشک می آید، زتربت نگه گیسوی مشک سای حسینه. جرات جگر مشتبه دوباره گداخت، از آن نمک که فلک ریخ در غذای حسینه. خموش بلبل از این ماجرا و دم در کش، تو را چی هم که کنی ذکر کربلای حسینه. برار دست دعا نزد قاضی الحاجات، بگو به حج که یا رب به اطلای حسینه. مرا ببخش اگر فاسقم وگر فاجر، به پاک دامنی ذات پارسای حسینه. به حاب روی گروهی که از سر اخلاص، گذشت از سر و جان در سر وفای حسینه. به ساعتی که در آمد به بزم عام یزید، فغان و ناله کنان اهل بینوای حسینه. که اهل مجلس ما را به کربلا برسان، بزرگوار خدایا به مدهای حسینه. علل خصوص همین کاظم پریشان آل، که هست بلبل گلزار نینوای حسینه. ز کار بسته بیرونقم گری بگشا، به عق ناخون کلک گری کشای حسینه. بها به دیده غم دیدگان اهل رسول، به تشنکامی طفلان بینوای حسینه. کسی نگفت به ابن زیاد که هی بیدین، سبب چی شد که شدی عازم فنای حسینه. از این قضیه حزما چهل سبا گردون، چکید خون دل از دیده از برای حسینه. گریز آدم و ایوب و یوسف و یعقوب، به یاد واقعه دشت کربلای حسینه. خلیل زن بر زای خدا قضا در داد، که تا کند پسر خیش را فدای حسینه. از این قضیه چی شد با خبر ذبیح الله، قدم نهاد به قربانگه منای حسینه. مسیح جامعه ماتم نهاد در خم نیل، دمه که شد خبر از ذکر ماجرای حسینه. هدم ز روی هدف نی اگر ز اهل دلی، به مجلسی که بپا می شود قضای حسینه. ملک مدام به جاروی مجم اروبت، غبار معصیت از نقش بوریای حسینه. به سیم و سوزن مجگان و ریشه رگ دل، نموده فاطمه گلدوزی قبای حسینه. به آن خواهری او چشم روزگار گریز، کشید تا به عقب دامن ردای حسینه. مخدرات حرم مو کنان مو یکنان، روان شدن سراسیمه از قفای حسینه. فغان و ناله از آن دم که سر نگون گردید، ز پشت زین به زمین قامت رسای حسینه. زمین به لرزه در آمد تپید عرش مجید، رسید تا که به گوش فلک صدای حسینه. به حیرتم چرا آسمان خراب نشد، به خاک و خون شده آغشته دست و پای حسینه. سعی برهنه بیامد به قتل و گاز زهرا،
دمی که شمل در آمد به قطنگای حسینه، هنوز دامن گلگونه شفق سرخ از به خون علق شهیدان کربلای حسینه. برستخیز چو بالا شود نوای حسین، و یک زبان همه گوین مرحبای حسینه. غمی که بر دل من است از برای حسین، دلم بدانه تو من دانم و خدای حسینه. به سوخ زو دنیا تو زایدا به خدا، خدا بداده جهان را به خونبهای حسینه. من آن نمک خور فقرم چو گویدش آدم را، نشین به گوشه خلد و به کندوهای حسینه. قسم به حق خدا گر به سوزدش دوزه، همین قدر که بود گپ آشنای حسینه. مرا که حلم اقامو معرفت دیدم، که فرش هرش بود دشت کربلای حسینه. ده چار یار نبی و ده چار مذعب برد، کی داده بوسه محمد به دست پای حسینه. به هر جوگر گدای درش نمی گنجد، ز من مپرس دیگر وصف بارگای حسین. تو خواه خنده کنی خواه گریه مختاری، ملک زند بسر و سینه از برای حسین. متیهان عرکاتم که در طریقت عشق، متای از دو جهان را کنم فدای حسین. مدی بهور فریبم تو زایدان و خدا، جهان گذارم و افتم با دست پای حسینه. بیا که معرفت کائنات در خواب است، وزیر سایه گیسوی مشتای حسین. مرا ببخش خدایا بروز دست آخیز، با بیگنایی از غد بهاهای حسین. گرت همیز وصف علی و حال، به ساز خانه دل را چو کربلای حسین. خموش سرور دیقان دیگر خدا داند، ز ابتدای علی و ز انتهای حسین. مهم ناب نبی و حلی و هر دو پسر، با عابدین و باقر و شاید این جعفر، با موسی و مرزا و تقی و انبنقی، با اسکری و با مهدی امام غیبنگر. دریاب خستگان غمت رازاد صاف، ای دستگیر شاه و گدان یا علی مدد. اللهم صل على محمد. ماشاءالله. ضمن تشکر از جناب نبی جان که ما را با حنجره طلاییشان، با احساس پاکشان، با حرکات استادانهشان، با چهره و مناقب زیبایی که خواندن، همه ما را به فیض رساندن. جهت سلامتیشان صلوات این آیت بفرمایید. اللهم صل علی در این قسمت برنامه باز امشب مفتخر هستیم که از صدای یکی از مداحان عزیز کشورمان مستفیض شویم، و ایشان کسی نیست جز جناب آقای مهرزاد، که از واقعا از چهره های شاخص منقبت می باشند. و امشب خوشحال هستیم که در جمع ما هستند و همه ما از منقبت خانی ایشان بهرمند خواهیم شد. تا تشریف فرمایی ایشان و جهت سلامتی ایشان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا سب دوست دارم زر نوازی میکنم. گر همی خواهی که باشی من الشر رجیم، ابتدا میکن با بسم الله الرحمن الرحیم. نگین ختم رسالت محمد عربی، شفیع روز قیامت محمد مختار، اگر نواسطه مول و روی او بودی، خدای خلق نگفتی قسم به لیل و نهار. آنچه ما کردیم با خود
نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. گر بود عمر به می خانه روم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. معرفت نیست خدایا در این قلب سبب تا برم گوهر خود را بخریدار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، سرقدم ساخته میکده یک بار دگر. ای خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. ای وارث سریر امامت، ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دست به دست گیری ایشان دراز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. سوار سرور دین خدا، عزت شاهی شهدا، زیب آغوش نبی نور دو چشم زهرا، و مان در کرب و بلا چون که غریب و تنها، نه مددگار و نه یاور بجز از آل ابا. و گشته انسان و جوانان همه در خون غلطان، هم نفر گشته ز هر سوی سپاهی عدوان. ران مرکب بسود سلامت الله ران مرکب سوی خرگاه بسد شیبن و شین، جمع گشتن خواتین همه بیزی و روزاینه. گفت که اهل حرم جمله مرا نور دعاینه، نوبه کشته شدن حال نسیده به حسینه. جمله آید که این است بدای آخر، سیر بینید که این است بدای آخر. ناگهان آمده بیرون زنرم با دل زار، خواهر و دختر و فرزند و کنیزان نزار. گرد بر گرد شهیدین صفه نشتاد و چهار، عشق ریزان همه گفتن که ای فخر کبار. ما در این دشت بلا بی کس و تنها چی کنیم، بعد قتل تو به این قوم بگو ما چی کنیم. تحت تسلیت داد بدان جمع پیرنشان نظاره، گاف زینب که ایا خسرو عالی مقدار، رفت جد و پدر و مام و برادر زنداد، بود خرسند با تو زینب بی صبر و قرار. که بود سایه تو زیور و تاج سر من، چی کنم بعد تو ای تشت سلامت محمد چی کنم بعد تو ای خاکی سیه بر سر مینه. داد دلداری تسکین ز وفا زینب را، و ران مرکب بسود به دو صد شیمن و شینه. الله صلوات محمدی گفت زینب که ایام
با زمین آی زیزین چاره کنیم مشکل ماینه آمد از این با زمین خسره بیار و موینه زینب زار ببوسید گلوی شهیدینه گفت از من مرا از فسایه چونین تا زنم بوسه گلویت بدم باز فسینه که دیگر وعده دیدار به محشر باشد این وصیت به من از جانب مادر باشد در غم یوسف خود آمده محزون زینب رفت در خیمه درون با دل پرخون زینب ناگه از طرف سما ناله جبریل شنید جانب قتل و گز خیمه به یک بار دویده مو کنان مو یکنان عطرت اطهار زپایوه با سر و پا به نمودن رای مقتل تایوه دید در خاک بلا کرده مکان خود به جدای شبر کافر شده آزم زپای کشتن وایوه برای قتل از جفا دست به خنجر کرده جا به صندوقه علمیه داور کرده و دختر میل عرب چاره بر این کار ندیده زپه چاره سوی دشمن خونخار دویده گفت بازاده سعد ای شده از حق نومید این حسین است که سازند به امر تو شهید روی گردان ز دختی علیان کافر دون زین علم عشق نجومی شد در عشق جیهون دریاب خستگان رهد آزاد سار ای دست گیره گم شدگان یا علی مدد محمد آل محمد صلوات دوام بلندتر اللهم صل على محمد آل محمد جهت از این که انشاءالله یک نظم خاص در مجلس به وجود بیاید صلوات در شأن شهدای گلگون کفن کربلا اعراض بفرمایید برادران عزیز فراشا از قسمت آخر مجلس اشاره میکنن کمی دوستایی که پیششم کم کم جای برای سایر برادران تنگ میشن اگر عنایت بکنین صلوات گفته از جایتان حرکت بکنین که جا به سایر برادران باز شود سلام اللهم صل علی محمد ان شاء الله جایش حرکت بکنه و چند قدم پیش بیاین با تعداد قدمهاش زد در صد انشاءالله گناهاش بریزد صلوات این آیت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد برادران آقای مجیب منظم بشین برادران آقایانی که اون قسمت سمت چپ نشستن یک فاصله من اونجا احساس میکنم اگر لطف بکنین اموال پیش بشین ما پسان مجبور نمیشیم که دوباره باز مجلس نظر به هم بزنیم آخری بینیم تو راست بشیم اما آقایون این پشت آدم جایی گرفتم لطف کن پیش بشینم پا ما مجددن نظر مجلس به هم نزنیم و از آقایون تقاضا کنیم پیش بیاین اول انشاءالله دوستان جا به جا شدن و امیدوار هستم که در همین جا صحبت های دوستان را خط بکنند ما بتانیم ادامه برنامه خود داشته باشیم او یده از آقایانی که پیام ما را دریافت داشتن که ما میخواییم برنامه را مجددا آغاز بکنیم و از اونا دعوت میکنیم لطفا سکوت رعایت بکنن صلوات این آیت بفرمایند در شب‌های ظاهراً آغازین عزاداری ما بود قطعه‌ای را خدمت حضار محترم عزاداران تقدیم نمودم بعض از دوستان مجدداً امر کردم که ما به عشق آقا عبدالله حسین این را دوباره خدمت دوستان بخوانیم
ما هم دعوت شما اجابت بکنیم، خطه شعر را خدمت شما تقدیم و بعد از آن انشاءالله خستگی سرور محترم مداح اهل بیت نور چشم همه ما آقای صابری انشاءالله رفت میشه و بعد در خدمت ایشان خواهیم بود. ماه میگوید حسین، ماه میگوید حسین، با آه میگوید حسین. آیه آیه حضرت الله میگوید حسین، یار میگوید حسین، یار میگوید حسین، دلدار میگوید حسین، در مدینه احمد مختار میگوید حسین. یا حسین خار میگوید حسین، خار میگوید حسین، غمخار میگوید حسین، شاه مردان، شاه مردان، شاه مردان، حیدر کرار میگوید حسین. نار میگوید حسین، نار، نار میگوید حسین، گلزار میگوید حسین، فاطمه عمه سادات، فاطمه بین در و دیوار میگوید حسین. یا حسین خواب میگوید حسین، افلاک میگوید حسین، مشتبه با سینه سچاک میگوید حسین، گاه میگوید حسین، گاه میگوید حسین، خیمگاه میگوید حسین، منبر و منبر و سجاده و محراب میگوید حسین، هوش میگوید حسین، مدهوش میگوید حسین، بین خیمه کودکی آواره میگوید حسین، شیر میگوید حسین، شمشیر میگوید حسین، در تن شه سنگ و تیر و نیزه میگوید حسین، آل میگوید حسین، اهل الله، آل میگوید حسین، گودال میگوید حسین، آل میگوید حسین، گودال میگوید حسین، تازیانه، 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 بر تن اطفال میگوید حسین. یا حسین ناله میگوید حسین، ناله میگوید حسین، آه لاله میگوید حسین، در خرابه، در خرابه دختری با ناله میگوید حسین، نثار روح حسین شهید بلند سراباد. در این قسمت برنامه از مداحی مداح اهل البیت جوان مستعد و اندیشمند و دانشمند و عزیز ما مداح اهل البیت نور چشم مجلس ما جناب آقای سید بزرگوار آقای صابری بهره‌مند می‌شویم تا تشریف فرمایی ایشان و جهت تشویق ایشان و سلامتی ایشان انتظار داریم. صلوات در شأن امشب عنایت بفرمایید. سلام و عرض ارادت دارم به محضر یکایی که میهمانان والا مقام عالی قدر
عزاداران سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله حسین و همچنین کنیزان حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که صدای بنده حقیر رو دارند، به لازم می دانم تقدیر و تشکر نمایم از لطف و الطاف بیکران شما بزرگواران نسبت به بنده حقیر که شاید در شأن خور این همه الطاف بیکران شما بزرگواران بنده حقیر نباشد. به بارها عرض نمودم بدون تکبر و ریا و بدون تملق، اگر بنده حقیر را خاک پای خود حساب کنید بنده خیلی خوشحالترم و واقعیتش هم همینه. مقام من بالاتر از خاک پای گریه کن ابی عبدالله نیست. انشاءالله که مجلس و محفلمون تحت توجهات عنایات خاصه امام زمان اجل الله تعالی فرجه قرار بگیرد، عنایت فرمایید، تعجیل در فرج آن بزرگوار صلوات ختم کنید. و همچنین که بارها عرض نمودم به لسانی الکن، زبان بنده حقیر عاجز و الکن است، چگونه از این عظمت شکوفایی بزرگواری که صرفاً مرهون زحمات بیدریق و بیشایبه شما بزرگواران هست چگونه تقدیر و تشکر نمایم، به ویژه عزیزانی که رنج سفر را به جان خریدن و از راه های دور زینت فضای مجلس و محفل شدن. علا ایو الحال با چند کلام عامیانه بسنده می کنم، عرض می نمایم اجرکم اندالله و اندال حسین. انشاءالله که به همین زودی های زود کنار قبر بارگاه ملکوتی آقامون ابا عبدالله حسین عرض ادب کنیم، دومین صلوات رو بلندتر ختم کنیم. به بهره بردیم به حمدالله از بیانات زیبا و شیوای سرور بزرگوارم یقینا جناب آقای مصباح و همچنین قاریان محترم قرآن کریم که بنده حقیر شب‌های گذشته می‌دیدم چنین شیوا و زیبا تلاوت کلام حق دارند و انشاءالله از الفاظ قدسیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مبین حفظ الله وجوده نیز بهرمند خواهیم شد انشاءالله. در آخرم که ذاکرین بلبلهای خوش آوای باغ سرمدی با خوندن مراسیب نوحه همه ما رو به فیض کامل میرسونن. سلامتی خودتونم صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.
ثبت قلوبنا على